اینجا مسجد جامع سنندج. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار از علما و روحانیون شیعه و سنی خواستند این روزها که استکبار علاوه بر نشان دادن شمشیر تهدید از همه رسانه‌های نوین ارتباطاتی و شیوه‌های پیشرفته هنری برای تحمیل فکر غلط بر ملت‌ها استفاده می‌کند، در مقابل علما و طلاب هم خود را با زمان انطباق دهند. رهبر انقلاب به حکومت متکی بر قرآن و شریعت در ایران اشاره کردند و افزودند ابداً ادعا نمی کنیم این حکومت کاملا قرآنی است، اما معتقدیم جهت حرکت و تلاش درست است، پس همه از این فرصت بی‌نظیر حد اکثر بهره را ببرند. اما حاضران نکات دیگری هم شنیدند. یکی اینکه انقلاب اسلامی آرزوی بیگانگان را برای از بین رفتن و یا پیشرفت نکردن ایران برباد داد، و دیگر اینکه تلاش برای تشدید دعوای شیعه و سنی از شیوه های پیچیده مستکبران است. از جمله قضیه غزه، در این جنگ 22 روزه چند ماه قبل یه وقت دیدیم که یک میکروب، یه ویروسی داره تکثیر مثل میکنه. هی میرن پیش بعضی از بزرگان، بعضی از علما، بعضی از محترمین که آقا شما دارید به کی کمک میکنید؟ اهل غزه ناسبی هن. ناسبی. ناسبی یعنی دشمن اهل بیت دیگه. یه عده‌ام باور کردن. دیدیم پیغام و پسخام که آقا میگن اینا ناسبی هن. گفتیم پناه بر خدا، لعنت خدا بر شیطان رجیم خبیث. در غزه مسجد الامام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست، مسجد الامام الحسین هست، چطور اینا ناسبی هست؟ سنی هست، بله سنی هست، اما ناسبی. اینجور حرف زدن، اینجور اقدام کردن، اینجور کار کردن. ایشان به ویژه از علمای شیعه و سنی خواستند توطئه‌های عمیق و پیچیده را درک کنند و اجازه ندهند تفرقه و سوءظن مانع همدلی ها شود.